سمینار سالانه بررسی ابعاد شخصیتی حضرت امیر علیه السلام در لندن برگزار شد. این سمینار که همه ساله توسط گروه از شیعیان هندی و پاکستانی برگزار می شود، امسال با حضور جمعی فراوان از شیعیان و با تمرکز بر نامه های آن حضرت به فرزندشان امام حسن مشتبه علیه السلام و نیز موضوع روان درمانی اسلامی برگزار شد. در این نشست پروفسور سجاد رزوی دانشیار رشته تاریخ تفکر اسلامی در دانشگاه اکستر در باره اخلاق و معنویت حضرت علی علیه السلام و نیز دکتر غلام عباس لخا که مدرس روانشناسی دینی در دانشگاه آکسفورد است در باره تحقیقات تجربی و در زمینه ادغام دیدگاه های اسلامی با برنامه های روان درمانی، به منظور درمان افسردگی سخن گفتند. این دو موضوع در ارتباط تنگاتنگ تنگ با جامعه مسلمانان است که تحت فشارهای شدید از نظر بحرانهای اخلاقی از سوی جامعه گسترده سکولار غربی قرار دارند. این سمینار به ویژه در بخش پرسش و پاسخ با استقبال چشمگیر شرکت کنندگان همراه بود و سوالاتی در خصوص علل بحران های اخلاقی در میان جوامع مسلمان در غرب و همچنین مسائل سلامت روان مطرح شد. تأثیر برخی ارزش‌های نامناسب بر روانشناسی منفی جوانان و مهاجران مسلمان و نیز تأثیر فراوان رسانه های اجتماعی بر هویت فردی افراد جامعه از دیگر موضوعاتی بود که در این سمینار مورد توجه قرار گرفت تأثیراتی که به عقیده شرکت کنندگان به طور فضاینده در بروز اختلالات شخصیتی افراد در خانواده و جامعه نقش دارند در این سمینار همچنین پروفسور سجاد رزوی به برخی توصیه های امیر به امام حسن مشتبه علیه ما سلام اشاره کرد که از آن جمله آنها مطالعه تاریخ پیشینیان و درس عبرت گرفتن از چگونگی از بین رفتن آنان بود. در انتهای این سمینار نیز خانم فرحانا مایر فارغ و تحصیل رشته مطالعات اسلامی از دانشگاه آکسفورد با اشاره به جایگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در تاریخ اسلام آن حضرت را به عنوان شخصیتی معرفی کرد که قرآن از ایشان به عنوان انسان کامل یاد می کند همچنین افزود امام علی علیه السلام از نظر شخصیتی شبیه ترین فرد به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله علی علی هست که ویژگی های مطلوب یک انسان کامل را از طریق آموزه های آن حضرت فرا گرفته بود.